بر سر حکم تاریخی دادگاه عدالت اروپا که برای سومین بار اومد برچسب تروریستی اتحادیه اروپا رو علیه سازمان مجاهدین خلق ایران لغو کرد و مردود شناخت، بعد جوری رژیم ضربه خورده. از شدت گیجی آنچنان تلو تلو میخوره که بیا و ببین. حالا این وسط یک موجودی هست به نام قشقاوی که این سخنگوی وزارت خارجه رژیمه. این قشقاوی اصلا به طور معمول خودش گیج و ضربه خورده هست. حالا دیگه حسابشو بکنین که بعد از این داستان چه حالی پیدا کرده. به قول معروف میگن روز روزش رو که دیدیم اونطوریه، دیگه شب تارش رو میشه حد زد. قشقاوی در اولین تلاش خودش برای کسب مدال بلاهت در یک کنفرانس مطبوعاتی که داشت مثلا به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، گفتش که این رأی دادگاه سیاسی بود. حالا دادگاه عدالت اروپا حکم کرده، یک ارگان قضایی بالاتر از این بعید میدونه کسی پیدا بکنه، ولی قشقاوی ضربه خورده دیگه این چیزها رو نمیفهمه. ما مصادف بودیم با یک رأی کاملا سیاسی و فاقد مبانی حقوقی توسط دادگاه لوکزامبورگ. بعدش این قشقاوی خودش به زبان اشهدش اعتراف کرد که شدت و قاطعیت این حکم بی سابقه بوده. بعدش هم رفت تو متراژ و چماق و چاقو و اینجور چیزهایی که بیشتر درش تخصص داره. توجه بکنید چه جوری صحبت کرد. به صورت کلی حالا این بحث نمیدونم چماق و هویج حالا یا چند سانتی متر بزرگتر کوچیکتر، اینا که خب ثابت شده که فایده ای نداره و در واقع سیاست قابل قبولی نیست. و اما برای اینکه هر نوع شبهه عقل و شعور یا شرم و حیا رو از خودش دور بکنه و اعلام بکنه که چنین برچسبی به این نمیچسبه، اینطوری گفت: و طبیعی است که چاره جز احترام به احترام به و استقبال از آراء مختلف و دیدگاه های مختلف، به ویژه زمانی که حوزه قضاوت های تاریخی پیش میاد که باید احترام گذاشت. این مسیر بشریت هست که جمهوری اسلامی پیشتاز آزادی بیان و در واقع استقبال از دیدگاه های مختلف است. بقیه هم باید تحمل کنند و دیدگاه های مختلف رو تحمل بکنند. در تکمیل این حرف ها، امام جمعه فاسد رژیم در مشهد منظور از این عده اصولا رو روشن کرد و گفت که اگر از یک حلقوم کثیف صدای گروه های لائیک بلند شود، دانشجو باید این گلو را بفشارد و این صدا را خفه کند. این هم از پیشتازی در دموکراسی جهان. البته دانشجویان ایران خیلی خوب میدونن که کدام گلو را باید بفشارن و خیلی خوب بشوردن.